سعدی فرمود رویت رها مکن که چنین برهم افتد، کاشوب حسن روی تو در عالم افتد. این گفت و نقاشی گلرخ نفیسی در شیشه شکست و صدای حدیث در آخر می آید. اما حکایت ما به شیراز رفتند همه. بهنود دیگر. حکایت انتخاب امسال حکایت غریبی است. این سال بیشتر انگار صحبت و گفتگو دارد و هیچ نسبتی با حقیقت ندارند و کلام دروغ و بلاف در 3-4 سالی است که عمومی و ملی شده است. دروغ چه درست گفت در سال 88 میر حسین، اما امسال حکایتش جور دیگری است. همچنان فریاد رأی نمیدهم و فریاد به دکتر رأی بدهید، رأی میدهم بلند است، اما عاقلان است که مبلغ و بازیگر نشود. راست آن است که روز جمعه روشن خواهد شد. عجیب نیست. پرسیده ایم و نسل جوان پاسخ داده است. صندوق رأی و انتخابات در سال 88، 76، قبلتر یا بعدترش، یک جور نماد اعتراض بود برای من. شرکت کردن در انتخابات برای من تلاش بود برای تغییر و اصلاح. منتها در انتخابات اکنون من بلا تکلیفم و نمیدونم شرکت کردن من توی این انتخابات یک اکت اعتراضیه یا شرکت نکردنم. و احتمالاً در این اندیشه خواهم مون تا شب انتخابات که تکلیفم رو با خودم معلوم کنم و ببینم که من اعتراضم رو به حاکمیت چطور نشون خواهم داد. واقعیتش اینه که هنوز به قطعیت نرسیدم. یعنی اصلاً فکر نمی کردم یه زمانی دوباره بخوام رأی بدم. خب از وقتی که واجد شرط رأی دادن شدم تا همین سال 96 تو همه انتخابات مهم شرکت میکردم و بقیه هم تازه تعقیب میکردم که اونا هم شرکت کنن، ولی دیگه خب کار به جایی رسیده بود که دیگه برام مثلا قضیه مفهومی نداشت، یعنی برام اهمیتی نداشت، دنبالم نمیکردم این قضیه رو. ولی این دوره الان میبینم که بعضی وقتا مثلا فکر میکنم که آیا رأی بدم ندم چجوریه. خب دیگه الان 4-5 روزم بیشتر نمونده، مطمئن نیستم، ولی شاید رأی دادم. گوش کنیم به بخشی از کتاب دست خدا مارادونا که ساناز اقتصادی نیا نوشته، به مجله آوای تبعید داده شد. خطاب است به روزنامه نگاران در تبعید. کاش چادر سر نکرده بودم. انگار آفتاب مستقیم خرداد می چسبد به سیاهی چادر و جدا نمی شود. موسا گفت از اول که خودت را می کنی زیر این چادر تا آخر باید ادامه بدهی. هی گفتم برای ارتقای شغلی، برای رفتن به اداره، برای آمدن بازرس، برای کوفت و درد و مرض. راست می گفت، حالا شده وصلم. دلم می خواهد بندازمش همینجا توی جوی آب و از دستش خلاص بشوم. خانم بفرمایید، اینم بنبست فرجامی، برم داخل؟ نه آقا ممنون، من همین سر کوچه پیاده میشم. دستتون درد نکنه، چه 20 تومنی نونواری. این روزه که مسافرها همش 10 تومنی پاره میذارن کف دستمون. روزتون بخیر، در رو بی زحمت آهسته ببندین، خیر پیش. چقدر حرف زدین بازنشسته شهربانی. واقعا چرا فکر میکرد برای من ممکن از ذره‌ای ادغام ژاندارمری و شهربانی مهم باشد؟ به درک. مگر برای کسی نگرانی های من مهم است؟ پس من هم باید سفره دلم را همینجا وسط تاکسی باز کنم و بنالم از روزگار، از تنهایی، از بی کسی،
از خروار خروار کارهای مدرسه که روی هم تلمبار شدند و هیچ کس باری از شانه‌هایم سبک نمی‌کنند. شریفی بی‌شرف که همان دیروز بعد از رفتن آگاهی‌چی‌ها گفت می‌رود تعطیلات. اینم شد معاون؟ مگر این آقا در قبال حقوقی که می‌گیرد مسئولیت و وظیفه ندارد؟ پس بازرس فقط برای من خاک بر سر است؟ معلم‌ها که قبل از شریفی تابستان را شروع کردند. اینم شد نیروی کار مسئول، کار جهادی. فقط یک آقای نادری این وسط کارش را درست و دقیق انجام می دهد که کارهای عقب مانده مدرسه اصلا جز به حیطه مسئولیتهایش هم نیست. همه کلاه خودشان را صفر چسبیدند و فقط شعار می دهند. یک نفر آدم مگر چقدر توان دارد؟ له شدم از فشار. تا شستن فرش نمازخانه هم پای من است. بس که خودم را قوی نشان دادم، همه فکر می کنند لابو تنهایی از پس همه کارها برمی آید. چشمشان را به خستگی هایم می بندند. تنهاییم را نمی بینند. حالا اگر بودجه داشتیم فرق می کرد. پول می دادم این و آن کار را پیش ببرند. مدام می گویند سال سازندگی اقتصادی. با کدام پول؟ کسی نیست حتی درد دل سوخته من را گوش کند. بعد آقای بازنشسته برای من از کمیته و ادغام حرف می زند. به درک. و حالا ناله حدیث لذر غلامی رو بشنوید که شعری گفته است: در نبودن یدولای رویایی از دوستت دارم از به آرامی. شکلات دورنگ بادامی، جمعه نوچ بی سرانجامی، ماهک ترد 14 ساله، عاشقت بودم از سر خامی، عاشقت بودم از سپیده صبح، عاشقت بودم از به آرامی. مردمک های تلخ تو ابدیست، تو نه دیروزمی نه فردامی. سایه‌ای روی خواب دیواری، روح بیلایه بیاندامی. هستمت هستمی اگر باشیم، با منی بی منی و تنهامی. سردم از کافه‌ای که میخوامت، داغم از لحظه‌ای که میخوامی. هرچه میخواهم از جهان در توست، سفر ناب دور دنیا می.